جنگی تن به تن درباره حجاب در کار است. این خلاصه حرف زهرا رهنورد، همسر موسوی، در بیانیه است که به تازگی خطاب به حاکمیت منتشر کرده. او میگوید اجبار در حجاب را کنار بگذارید. اما او کیست؟ رهنورد بروجردی در سال 1324 متولد شد. اونو میشه در زمره فعالان سیاسی پیش از انقلاب دونست که البته در ابتدا گرایش‌های مارکسیستی داشت و اساساً اسلامگرا نبود، اما کم کم و در فرایند انقلاب اسلامی به انقلابیون اسلامگرا نزدیک شد و حتی اسم اصلیش رو از زهره کاظمی به زهرا رهنورد تغییر داد. خودش این تغییر رو به دلیل معتقد شدن به اسلام میدونه. رهنورد اواخر دهه 40 با موسوی ازدواج کرد. موسوی هم در همون سالها فامیلیش رو کنار گذاشت و خودش رو حسین رهجو معرفی کرد که البته موسوی برخلاف رهنورد بعد از انقلاب به نام اصلی خودش بازگشت. مواضع رهنورد درباره حجاب در تمام این دهه‌ها کاملا متناقضه. او که پیش از انقلاب بی حجاب بود، بعد از انقلاب یکی از مدافعان سرسخت حجاب تبدیل شد. البته فقط به صورت نظری مسئله حجاب رو بازگو نمی‌کنه، بلکه بسیاری او رو از جمله افرادی می‌دونند که علیه زنان بی حجاب تندترین رفتارها رو داشت و حتی علیه اونهایی که اندکی آرایش بر صورت داشتند موضع می گرفت. رهنورد بعد از انقلاب سردبیر نشریه اطلاعات بانوان شد که نام این نشریه رو به راه زینب تغییر داد. رهنورد به همراه اعظم طالقانی و منیری گرجی یکی از مهمترین اهدافشون رو بی اعتباری فمینیسم سکولار می دونستن. او در مرداد 59 که سردبیر مجله اطلاعات بانوان بود در مصاحبه گفت کوشش اسلامی یک اصل مکتبی، خواسته شهیدان و خلاصه فرموده قرآن است. تمام اشکالاتی که من شخصا به مسئولان میگرفتم به خاطر متد اجرای آن است، نه به خاطر خود مسئله. نه من و نه هیچ کس دیگر حق ندارد راجع به اصل حجاب بحث کند. او زمانی که مسئولیت روزنامه جمهوری رو بر عهده داشتم نه تنها از حجاب دفاع میکرد که علیه بدحجابان مواضعی تند میگرفت و حتی در این روزنامه تصاویر زنان بی حجاب رو منتشر میکرد و خواستار برخورد با اونها میشد. تازه او در شرایطی چون این مواضع رادیکالی علیه بی حجابان داشت که هنوز قانون حجاب به شکل کنونی وضع نشده بود. یعنی میشه گفت زنان بی حجاب در اون زمان دست کم دچار بی قانونی نمی شدن، اما رهنورد به اونها بسیار سخت می گرفت. او حتی در کتابش با عنوان پیام حجاب زن مسلمان خطاب به دشمنان انقلاب نوشته بود حجاب من که اینک خود یک اسلام مجسم است شما را می کوبد و می گوید که دشمن قسم خورده شما قدرت های حاکم است. یا در جای دیگری از این کتاب می نویسد آری هموطن، خواهرم، برادرم، ای همه مستضعفین سرزمینم، حجاب مرا ببین و در کنارش عصیان بر ضد نظام های باطل، بر ضد تلقی های غیر انسانی و سود پرستانه و شیوار از زن و از انسان. رهنورد در 28 تیر سال 59 هم در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی نزدیک به بنی سعد میگوید وقتی برمیگردیم به مسئله حجاب دقیقاً چیزی را کشف میکنیم، آن ریشه های استعماری کشف حجاب است. یعنی دسیسه استعمار بوده برای اینکه بتواند به کشور ما حمله بکند، از طریق زور نتوانسته، آمده از طریق خیشتن زدایی این کار را بکند. او راهکارش برای جلوگیری از بی‌حجابی را اینگونه توضیح میده: ما عفت عمومی رو باید میخواستیم، آن هم در سطح کشور نه در سطح ادارات، بدین ترتیب که زنان پوشیده باشند لباس بلند با آستین بلند بدون آرایش. ما این را میخواستیم و برای عدم رعایت آن مجازات قائل میشدیم. اما رهنورد حالا انگار به دوران قبل از انقلاب خودش بازگشته، زمانی که اساساً به مبانی دینی اعتقادی نداشت. او حالا گرچه حجاب بر سر داره اما به کلی از موضوع حجاب عبور کرده. اویی که روزگاری با آرایش کردن زنان هم مشکل داشت حالا به حکومت میگوید باید حجاب رو کنار بگذاره. رهنورد دچار استحاله شده، اما مشخص نیست چطور میشه اختلاف نظرهای سیاسی مبانی دینی یک فرد رو تغییر بده. آیا رهنورد از اساس به حجاب باور نداشته و فقط میخواسته همرنگ جماعت بشه و یا اون که احکام دینیش رو فراموش کرد؟ شاید پاسخ به این سوال در دو موضوع افراط و تفریط نهفته باشه. همونهایی که روزگاری از سر افراط از اون سوی بوم میفتند
روز دیگر از سر تفرید همه چیز رو انکار می کنند، حتی احکام دین را.